امریکا و همکار عزیزم فرهاد عزیز هستیم خدمت. با درود بر شما و من احساس بسیار خوشبختی میکنم که امروز اینجا هستم. درست مثل میثم من شما رو نمیشناختم. 36 ساله که در آمریکا هستم و متاسفانه همونطور که شما گفتین امکانات دیدن برنامه شما در اینجا نیست و من بسیار بسیار خوشحالم که امروز اینجا بودم و شما رو و شاگردانتون رو دیدم. تونتون یادداشت میکردم، داشتم از هر صفحه‌ای نمایی برمی داشتم که افراد رو دنبال کنم و بسیار بسیار سپاسگزارم از پرژن اوردز جوایز پارسی روز عزیز که این برنامه رو گذاشت برای ما. آن رژی در کتاب مائده های زمینی جمله بسیار زیبایی داره، میگه خیلی افرادی هستن در دنیا که مثل شمع میسوزن و برای ما نور به وجود میارن، ولی بسیار معدودن انسان هایی که مثل فسفر میسوزن و وقتی تموم میشن هیچی ازشون باقی نمیمونه. امیدوارم چنین چیزی از شما نباشه با این شکلی که گفتین ویدیو یعنی ریکورد نمیشه برنامه‌تون. امیدوارم حداقل خاطراتتون رو بنویسین، زندگیتون رو بنویسید و بتونید داکیومنت کنید حداقل حرکت هایی رو که به صورت کوریوگرافی به وجود آوردین یا تحقیقاتی رو که کردین. ولی سوالی که من داشتم خواستم خیلی تخصصی نسبت به خود منه. من تو کار گیم دیولپمنت هستم و ما خیلی الان تو دنیای مجازی داریم کارهای جدیدی رو انجام میدیم با متاورسی رو که نام حتما شنیدین که الان داره دنیا رو تکون میده با صدایی که کرده که به زودی در اختیار ما خواهد قرار خواهد گرفت. مایکروسافت، فیسبوک دارن روش کار میکنن. چیزی که ما خیلی روش کار میکنیم موشن کپچر، یعنی بتونیم رکورد کنیم حرکت های شما رو. نمیدونم آیا این امکانات در ایران هست یا نه، که میدونید حتی الان به صورت با دوربین هم میشه این کار رو کرد، ولی وسایلی وجود داره که با وصل کردن سنسورهای روی بدن شما میتونید وقتی حرکت هایی رو میکنید اینا رو کپچر کنید. آیا فکر میکنید بشه چنین کاری رو کرد با شما و شاگردانتون؟ تو ایران منظورتونه؟ بله بله بله. والا زیاد آشنایی ندارن روی این مسئله، اگه بشه که خیلی خوبه خیلی خوبه، ولی کن من همه شاگردام خیلی خوبه، ولی شاگردی دارم تو ونکوور خانم نگاره عبدشن. اون چیزایی که شما میخواین و اون بهتون میده، یعنی ایمان دارم چون یکی از بهترین شاگردای منه که این چند سال اخیر در کنارم بوده، باله بسیار عالی داره و رقصای ایرانیش و طراحیش بی نظیره. تلفنش هم روز عزیز دارم، یعنی هر چی من حالا طراحی کردم تو مغز و بدن اونه، احتیاج به سنسور هم نداره. ببینید یعنی ببخشید من می‌خواستم پیشنهاد کنم که چون به این شکل اگر شما بتونید این حرکات رو رکورد کنید بعدا میشه روی کاراکترهای گذاشت که فرقی هم نمی‌کنه زن و مرد و صداها و به همون شکل میتونه بیاد. مثلا شما همون آرشی مالالان رو کاملا میتونستین به صورت حرکات کپچر کنید و صداها رو روش بذارین و روی کاراکترهای دیگه‌ای که توی دنیای مجازی پخش بشه. بسیار خیلی خوبه خیلی. ولی میتونین من دانشم در این مورد متاسفانه بسیار مثلا درک نمی کنم مثلا رو، ولی نگاه جان میشه هم آرزو هستم از شاگرداتون. بله توی ایرانم میشه و این کار رو میتونیم انجام بدیم. حالا بر کسایی که کار ویژوال و توی کارهای همونطوری که ایشون گفتن کارهایی که به متاورس مربوطه انجام بدن، من میتونم حالا بیشتر براتون توضیح بدم در آینده. یک دنیا تشکر آرزو عزیز، ممنونم. ولی نگار جون عزیز که میبینید همون حالت سنسور رو داره، شما از بسیار عالی اپرات آشین مالالان و یکی از نقش آفرینای اپرای کارمن نقش چیزو داشتی
از کامیلیو رو داشتی اون گابازه. فرهاد عزیز ممنونم ازتون. خیلی ممنون. ممنونم خانم کیچیپور. اینجاست که جوایز پارسی باز هم و این مجموعه معنا پیدا میکنه، برای اینکه بانوان گرامی آقایون عزیز، ما کارگروه های دنس پارسی رو داریم، ما در مورد انجمن دنس پارسیان جهان داریم صحبت میکنیم و در همین جا در همین رشته شما خصوصا از همگی شما دعوت میکنم که به این برنامه ها، در این برنامه ها شرکت کنین، به طور اکتیو حضور پیدا کنین، چون برنامه برنامه خود شما هست و تمامی این موارد ارزندهی که اینجا الان در موردش فرهاد عزیز همکار نازنین هم صحبت کردن، خانم کیشیپور، همگی اینها میتونه در واقع اتفاق بیفته وقتی که همگی دست در دست هم بگذاریم، فقط بزرگان ما، اساتید ما حضور داشته باشن و دانشجویان و شاگردان هم واقعا قدر این گنجینه ها رو بدونیم و در کنار شما عزیزان راه و هموار کنیم و در جوایز پارسی جلو بریم.